سلام، به فراخبر خوش آمدید. در این برنامه قندوز و بدخشان در آتش جنگ طالبان، انتقاد از بی‌پروایی رئیس جمهور غنی. چرا رئیس جمهور تعهداتش در مورد سرکوب طالبان در قندوز را عملی نمی سازد؟ ایجاد قبرستان خائنان برای دفن کودتاگران نافرجان در ترکیه. در حالی که رئیس جمهور غنی پس از سقوط شهر قندوز به مردم این ولایت تعهد و وعده سپرده بود که طالبان را در این ولایت نابود خواهند کرد، اما اکنون که از این وعده رئیس جمهور نزدیک به 10 ماه میگذرد، هیچ تغییری در وضعیت امنیت این ولایت پدید نیامده است. از سوی هم نگرانی ها از سقوط دوباره شهر قندوز بالا گرفته است، چنانچه نبردهای شدید میان نیروهای دولتی و طالبان در ولسوالی های دشترچی و قلعه‌زال به شدت ادامه دارد. بدخشانیان بسان قندوزیان روزگار مرگبار را میگذرانند. حملات گسترده طالبان هر روز از نظامیان و غیر نظامیان در این ولایت قربانی میگیرد. اما چرا بار دیگر درگیری ها در قندوز و بدخشان شدت گرفته است؟ برای بحث بیشتر در این باره نظری ترکمن، نماینده مردم قندوز در مجلس نمایندگان را اینجا با خود داریم و تا لحظات دیگر جنرال نظیفه زکی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس، هم با ما خواهد پیوست. خیلی خوش آمدین آقای ترکمن. چگونه طالبان بار دیگر توانستند در ولایت قندوز به نبردها و حملاتشان شدت ببخشند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا طالبان از روزی که قندوز سقوط کرده چند برابر قوی شدن. قبل از سقوط قندوز وسایط، مثلا وسایط زرهی نداشتن. در سقوط قندوز یا در حدود 53-54 اراده هاموی و تانکای به اصطلاح زرهی یا به دست آوردن و مهمات و سلام وافر برشان در قندوز بجا مانده بود. یا قسمی که شما در مقدمه گفتین، رئیس جمهور 2 دفعه به قندوز سفر کرد، رئیس اجرایی سفر کرد. خب به مردم قندوز بارها وعده کردن که قندوز تصفیه میشه، عملیات گسترده انجام میشه. با وعده های خود عمل نکردن. طالبان روز به روز مناطقی که دستشون بود اوشر گرفتن، از مردم پول گرفتن، سلاح و مهمات زیاد به دست آوردن. قوی شدن طالبان از سابق کده. چقدر جغرافیای ولایت قندوز زیر حاکمیت طالبان قرار دارد؟ تقریبا از نگاه جغرافیایی بگیم که 80% قندوز، بلکه زیادتر، دست طالبان است فعلا. پس دولت در کجا حاکم است؟ دولت فقط در محدوده شهر است. ولسوالی 6 ولسوالی که قبلا داشتیم، 3 ولسوالی هم نو ایجاد شده. در جمع 9 ولسوالی، 6 ولسوالی تقریبا 90-95% در دست طالبان است. چرا طالبان نابود نمیشون اونجا؟ حملات تهاجمی بالای طالبان صورت نمیگیرد؟ اصلا فکر نمی کنم تصمیم حکومت به نابودی طالبان داشته باشه. اگر می داشت، در طول یک سال باید طالبان را تعقیب میکردن تا آخرین لانه هایش. هیچ عملی صورت نگرفت در مقابل طالبان. طالبان روز به روز قویش درفتن. چرا تصمیم وجود نداره برای نابودسازی طالبان در ولایت قندوز؟ همین سوالی که شما از ما میکنین، ما بارها از رئیس جمهور و زیادتر از رئیس اجرایی ما همین سوال کردیم که چرا تعقیب نمیشن، چرا مولانه هاش که سابق بود یک جنگ چریکی داشتن، که جنگ پراگنده، حال مراکز دارن، تجمع میکنن، جلسات میگرن. خو امور مردم بر شراپور میته، مردم محل، مردم که دموج هستن، چرا اموجا بمبار نمیشه؟ 4 روز میشه ولسوالی قلعه‌زال جنگ جریان داره. دمی طول 4 روز هم اردوی ملی، پلیس ملی با او مطلوب که جنگ نکد. پلیس محلی امو به اصطلاح اربکی ها سخت جنگ کردن، تلفات دادن، شهید دادن، زخمی دادن. در طول 4 روز یک شهید از اردوی ملی نداشتیم، یک شهید از پلیس ملی نداشتیم. بین 4 دره و قلعه‌زال یک دشت درازی است. از قطارهای طالبا از او جمعی آمد، ما راپور دادیم برش که قطار طالبا اینمیال از قندوز حرکت کرده، که از 4 دره حرکت کرد طرف قلعه‌زال. سر قلعه‌زال پروگرام داره که قلعه‌زال تصرف کنه. هیچ کسی مسئول پیدا نشد که قطار طالبان را هدف قرار بده. سپاسگزارم. خیلی خوش آمدین بانو زکی. با گفته آقای ترکمن،
اصلا عزم و اراده، تصمیم و برنامه در حکومت افغانستان برای سرکوب طالبان در ولایت‌های شمالی به ویژه در کندوز و بدخشان وجود نداره؟ فکر میکنین واقعا چنین است؟ به نام خدا سلام تقدیم میکنم به شما و بیننده برنامه. در ارتباط با عملیات‌های تصفیوی، عملیات‌های جنگی، ما سال‌های قبل با مسئولین در مجلس نمایندگان در کمیسیون امنیت داخلی ما ای را گفتیم، تقاضا کردیم که بهترین فرصت عملیات در فصل زمستان است، بهترین وقتی حمله به دشمن، چون دشمن در حالتی است که او نمیتونه با تجهیزاتی که ما داریم، با امکاناتی که ما داریم، او نداره که در مقابل ما حمله. مگم این با ده ها بار این که از طریق مجلس عمومی رسما با استجواب مسئولین امنیتی که باید عملیات ها صورت بگیره که تا دشمن دیگه فرصت پیدا نکنه که به قرا و قصبات حمله کنن و یا به تصرف خود بیارن یا محل ناامن بسن. مگم این شنیده نشد؟ تا می فعلا که عملیات ها جریان داره، کماکان عملیات شد در این فصل، مگم اونا امکانات خود به دست آوردن، اونا سنگرای زیادی رو به دست آوردن، اونا در جای استراتژیکی جابجایی شدن در نقاط مهم. باز هم اگر واقعا تصمیم داشته باشه دولت، قوی دفاعی و امنیتی کشور تصمیم داشته باشن که دشمن از بین ببرن، ای با یک حرکت بسیار سریع، با یک حرکت بسیار خوب و پلان شده میتونن که دشمن در ولایت‌های شمالی از بین ببرن. همین فعلا ما در قندوز داریم که وضعیتش فوق العاده ناامن است. در ولایت بدخشان در چندی ولسوالی همین فعلا جنگ است و نیروهای مردمی بسیج شدن در از بین بردن دشمن و سرکوب دشمن در ولایت بدخشان در کنار قوای مسلح و اردوی ما. مگم در فصل زمستان اردوی ما در بدخشان در منطقه قلاتک کاملا استراحت بود، مصارف صورت گرفت، ایاشا و باتا مصرف شد، مگم اینا عملیات نکردن، اینا پیشروی نکردن، دشمن تجهیزات خود آماده کرد و پلانای خود گرفت و فصل تابستان شد آلی اونا عملیات شروع کردن. رئیس جمهور پس از سقوط شهر کندوز در سفرهای متواترش به این ولایت به مردم کندوز وعده سپرد و تعهد سپرد این ولایت را از وجود طالبان پاکسازی خواهند کرد، اما این وعده های رئیس جمهور تحقق نیافته. چرا؟ حالا برعکس نگرانی ها از سقوط دوباره شهر کندوز در میان مردم بالا گرفته. واقعا این مایه نگرانی همه مردم است. ما نماینده ها هم تشویش خود گفتیم، بارها تکرار کردیم و این بار هم شاید سقوط کنه به دلیل از اینکه وضعیت به کلی وخیم است. گای دوست به دوست میشه، ولسوالی ها دوست به دوست میشه، قرا و قصبات دوست به دوست میشه. این دوست به دوست شدن از یا به سادگی نیست، با تلفات سربازای ماست، با تلفات جوانای ماست، با تلفات با از دادن به صدها میل سلا و به هزارها مرمیسه که همه از این از جامعه جهانی به گدایی و خیرات گرفته میشه که ما از وطن منظری از این دفاع میکنیم. مگم باز هم امی سوال است که چرا در وقتی که امکانات عملیات بود اینا عملیات نکردن؟ تا چی وقت ما در حالت مدافع باشیم؟ با نظامی ها حالت مدافع خرابترین وقت و فرصت چان است که اینا همیشه در مدافع باشن و تلفات بتن و عملیاتی و پروگرامی و عملیات های هجومی نداشته باشن. وقتی که قوای مسلح، قوای پیاده ما عملیات هجومی نداشت، خب طبعا که همیشه شکست میخورد، عقب نشینی میشه. با وصف که ما هم هر روز متلفات داریم، هر روز ما شهید انتقال میتیم به ولایت های شمالی، هر روز از دلمن شهید داریم. قندوز به این حالت رسیده، در خود بدخشان ما مجروح و زخمی داریم، مگر خوشبختانه که در اواخر ما شهید نداشتیم، مگر در عملیات راغستان ما شهید هم داشتیم، مجروح هم داشتیم. و در ولسوالی خاش که شما چند روز قبل دیدین که در ولسوالی خاش بسیار عملیات هجومی گسترده را دشمنان مردم افغانستان آغاز کردن، مگم خوشبختانه که با جوابی دادن شکنی از طرف هم نیروهای پلیس و اردویی که در اونجا مستقر بود و نیروهای مردمی که بسیج شده بودن، اینا جواب داده شدن. آقای ترکمن، چرا رئیس جمهور حرفا و وعده هایش به کندوزیان را در عمل پیاده نمی سازد؟ همین سوال ما بارها از خودش هم کردیم و یک جمع وکیلای کندوز رفتیم تقاضا کردیم، بر ما یک هفته وقت گفت که بعد از یک هفته عملیات شروع میکنیم. گفتن پارسال قبل از سقوط قندوز، ما پیش از سقوط قندوز، سقوط قندوز پیش بینی بودیم، به خاطر اینکه طالبا از ولسوالی دشترچی سقوط کرد، کاملا چهاردره کاملا سقوط بود، قلعه‌دار سقوط بود، گورتیپه سقوط بود، شهر قندوز در محاصره بود. ما بارها رفتیم امرای رئیس جمهور که به حضور داشت وزیر داخله و وزیر دفاع و رئیس امنیت، بر ما وعده سپرد که بعد از یک هفته عملیات تصفیه شروع میشه. از او تقریبا یک سال گذشت،
در این مدت حداقل یک ده مرتبه همراهی رئیس جمهور دیدیم. هر دفعه که میریم یک ماه، ده روز، پانزده روز بر ما وعده میده و ما بر مردم خوشخبری میتیم که یک هفته بعد، ده روز بعد، یک دو مرتبه قوام رفت. این از هلمند قوام آمد در کابل تجمع کرد، از اینجا بر قندوز رفت در ولسوالی چهاردره اردوی تا بر یک حدی پیشروی هم کرد، خیلی طالبات تلفات هم داشت. علتش چی بود که یک بار اردو را پس خواستن؟ چرا فکر میکنین چی موانع سر راه اجرای عملیات های بزرگ در کندوز وجود دارد؟ مسئله سیاسی است ایجا. چی یک تعداد البته گفته باشن که گویا تلفات ملکی است و یک طرفه و یک جانبه و یک فکر کرده باشن که در حالی که در اردوی ملی جایی که عملیات میکنه نی مردم ملکی تلف میشه، نی به حساب قوم و قوموازی ایگفا اصلا نیست. قسمی که ما شنیدیم یک تعداد مویسفیده از اوجه بر رئیس جمهور زنگ داده باشن که ایجا یک قوم خاص کشته میشه و باید توقف داده شوه که توقف بازو پس خواستن. حداقل چندین میلیون دلار به خاطر انتقال تجهیزات و این اساکر از کابل، از هلمند و از دیگر جایی که جمع‌آوری شده بود یا تا قندوز چندین میلیون دلار مصرف شد. ایره پس دوباره به کابل خواستن و عملیات توقف پیدا کرد. چرا بانو زکی رئیس جمهور به خواست چند ریش سفید و بزرگ قوم نمیخواه عملیات بر ضد دشمنان مردم افغانستان در ولایت های شمالی راه اندازی شود و گفته آقای ترکمن در واقع بزرگان قومی، بزرگان محلی صد سر اجرای عملیات های بزرگ در کندوز قرار دارند؟ اگر با واقعیت عملیات ها را با گفته چند نفر اینو توقف بتن و خواسته های هزارها و هزارها مردم به خواست چند نفر اگر اینو رئیس جمهور گفته باشه، این دیگه یک جفاست به حق مردمی که اونا در ساحه جنگ قرار دارن. اونا هر لحظه رنج میبرن، در ترس هستن، در گریز هستن، در بیجا شده هستن و یک مکاتب همه مسدود است، اطفالشون از درس باز مونده، یک نسل از بین میره، از تحصیل باز میمونه. این به نظر ما واقعا رئیس جمهور خواهش چند ریش سفید متنفیز منطقه ای کار کرده باشه، ای فکر میکنم که ای به نفع مردم افغانستان نیست، به نفع منافع مردم افغانستان نیست. باید ای خبر جانبه تم با جنگ است، در جنگ وقتی که دشمن میه اونجا قوم خاص در نظر نمیگیره، جنگ تمام جوانی به زیر پوشش خود داره. اگر راکت میخوره اونجا گفته نمیشه که راکت مشخص به بالای کدام قوم خورد. در بدخشان که کدام قوم خاص نیست، همگی یک مردم است. اونجا چرا عملیات های تصفیهوی در رای خستک پایگاه اساسی دشمن در سمت شمال تبدیل شده، جایی که بمسازی، جایی که مرکز سوق اداره دشمن است فعلا دره خستک، در ولسوالی جرمی بدخشان، دره ولسوالی وردوش و ولسوالی یمگان. فعلا اونا از یک سال بعد سو پایگاه اساسی دشمن و سقوط کرده در ولسوالی، تا هنوز اوجا تصفیه نشد. آلی از اوجا ساز و برق چون جور کردن، عمله کردن بالای ولسوالی خاش، عمله کردن بالای راغستان، عمله کردن بالای یفتلها، بالاخره شهر فیض آباد تقریبا در محاصره خود دارن که اگر یک حرکت دیگر دشمن کنه شهر فیض آباد هم شاید به دست از پس افتاد. برنامه چی است؟ چرا میخوان طالبان در ولایت های کندوز و بدخشان حفظ شوند و همچنان به جنگ و حملات حراس افغانانه ایشان تداوم بخشند؟ وقتی که اگر این عملیات ها صورت نگرفته، اینقدر مردم فغان مردم ولایت شمال برآمده، همه روزه از طریق چی، از طریق میدیا چی حضوری با رئیس جمهور بیان خواهش میکنن که عملیات کنین، عملیات کنین دشمنه. ما یک مدتی میگفتیم تیارای جنگی دادیم، اما فعلا ما یک مقدار داریم، چند فروان تیاره ای که قوی پیاده ما را همراهی کنه و در جنگ کمک کنه. و ای که نمیفهم که دستی کی هست، این برنامه چی است. به ما همین سوال است که اگر میخواستن یک دره خستک بر یک فروان تیاره میرفت چهار عملیات میکرد، شاید او دره مهار میشد و امروز پایگاه بمسازی تروریست های بین المللی در اوجا جا بجایی شده. اوجا فعلا از چین، از یوغورای چین، از ازبکستان، از پاکستان، پنجاب، از همگی از رای دره، از رای توپخانه میگن، از رای چترال، اینا داخل او سرحد باز است، کاملا باز است. اونا میاین از خوب رای باز دارن، رفت آمد میکنن، مادرم در اختیارشان است، استفاده از مادرم میکنن و
مصارف جنگیشون هم از اواید معدن است، بسیار به خاطر آرام در اون سمت اینا فعالیت دارن و گفته میشه که یک معدن جدید در ولسوالی خاش پیدا شده، اینا خاش هم زیر پوشش جنگ گرفتن که بتانن که این معدن هم به دست خود بگیرن، از او استفاده کنن در جنگایشون و در برنامه‌هایشون. آقای ترکمن، با این حساب احتمال سقوط دوباره شهر کندز وجود داره؟ کاملا وجود داره. از بیرون از کمربند، چهار کمربندی که به اصطلاح در چهار طرف شهر است، بیرون کاملا در دست طالبان است، یا که چندین حادثه که در یک کیلومتر دو کیلومتر شهر رخ داد، که یکی بین علی آباد و شهر قندوز، یکی بین خان آباد و شهر قندوز، که سر سرک دو کیلومتری را امنیت گرفته نمیتونن، دو کیلومتری را مردم پایین که چند نفر شهید شده تا هنوز هم یک تعداد اسیرا را سرنوشت معلوم نیست. امو شبی که اسیرا را برده بود در یک کلینیک، ما خبر داشتیم، ما از اینجا در کابل ما خبر داریم، زنگ میزنیم میگیم که برد کماندو همیجا پایین شوه یا بمبارد کنه اطراف شه، همیجا را محاصره کنه، هیچ کسی پس گوش نمی‌داشت. پس نیروهای امنیتی در کندوز مصروف چی هستن؟ حالا گفته میشه که هم از لحاظ تجهیزات هم از لحاظ افراد نسبت به طالبان برتری دارن و در کنار از این حمایت‌های ملی و بین‌المللی هم با نیروهای امنیتی است. چرا از این امکانات کار گرفته نمیشه در برابر طالبان؟ ما اینه امروز و دیروز و طول چهار روز در قلعه‌زال جنگ است متواتر. ما چون خانه 200 متری قماندانی امنی است، قماندانی امنی یک دشت است، در طول چهار روز یک اردو شهید نشده، خدا کنه که هیچ وقت در هیچ جای شهید نشه، یک تا زخمی نشده، تقریبا 60 اراده تانک وجود داره، دو تا امروز کدام مین کجای مین بوده و تخریب شده. در چهار روز هیچ جنگ نکردن، طالبا پیاده یا همراه تانکش عقب نشینی میکنن و پیشروی دارن یا عقب نشینی. فقط پلیس محلی در دوسی روزم که است، پلیس محلی در موجه جنگ کرد، چند نفر شهید داد، چند نفر زخمی داد. هر چقدر که میگیم تیاره میه برای یک گردش میکنه و پس میگرده میره، امو نقطه را که ما برشان نفرای ما مردمای ما که برش نشون میده که این میجه تجمع طالب است، بم نمیداده و از دورتر میداده خانه یکی مردم اهالی، مردم بیگونه و مردم بیدفاع در اوجه زخمی شد، پایشان قطع شد، مواشیشان از بین رفت، که جایی را که ما میدانیم با اوجه نمیکنن. قماندان امنی قلعه‌زال چهار تا رنجر قلف کده، مهمات را قلف کده و کلیش قطع خود برده، کلش کل مهمات و اراضاجات به دست طالب افتید. بله. آقای ترکمن، فکر میکنین که این وضعیت در کندوز تا چی زمان ادامه خواهد یافت؟ مردم تا چی زمان تحمل چنین یک وضعیت مرگبار را داشته باشند؟ مردم بسیار بستو آمده، داد فغان مردم بر آمده، اگر به این منوال بره صبر مردم خلاص میشه و شاید مردم به علیه حکومت یک اقدام شاید بکنن. بله. بانو زکی، شما نماینده مجلس هستین و در ضمن عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان هم بر عهده دارین. چی میکنین در برابر مقام های امنیتی؟ حالا با گفته شما سهلنگاری و بی‌پروایی صورت گرفته در قبال تامین امنیت مردم در بدخشان، در کندوز و در کل در ولایت های شمالی و سراسر کشور. در رابطه با این مسائل امنیتی ما هر روزی که مجلس داریم، خصوصا در کمیسیون امنیت داخلی، اولین آجندای ما موضوع امنیت در سر تا سر افغانستان است. این مشخص نیست که ما کدام ولایت، هر ولایتی که وضعیتش خرابتر است زیادتر سر از او ما بحث میکنیم و این مسئولین امنیتی را بارها ما به مجلس به کمیسیون دعوت کردیم و از اون طریق به تالار عمومی دعوت شدن و اینا وعده های خود دادن، اما پلان های خود ارائه کردن و وزیر دفاع وقتی که رای میگرفت تمام برنامه های خود گفتن که اینا پلان دارن که عملیات ها را به خیر آغاز کنن و دشمن جواب دندان شکن بتن و در هر گوشه که اینا سر بالا کنه دشمن، اینا سرکوب میکنه و از امکاناتی که در یو اخر به دست آوردن از جامعه جهانی امکانات خود گفتن قوای ما بالاتر از دشمن خود به جنگ یک جای سلاح و دزدانه اگر بگیره، مگر ما قوای سلاح مجهز داریم، تیارات داریم، همه امکانات قوای تعلیم یافته داریم، همه یک سرباز ما که جذب میشه اول او
تعلیم و تربیت برش داده میشه. این موارد اجرا نشد. حالا چی میکنین؟ به گفته آقای ترکمن نیروهای ارتش و پلیس ملی در برابر طالبان نمیجنگن. نیروهای مردمی و پلیس محلی در برابر طالبان در مواضع ما از قرار دارن. این کار کرده نمیتونه. نیروهای پلیس هم جنگ میکنه، اردوی ملی هم جنگ میکنه، ما تلفات هم روزانه ما داریم در ولایت های اروزگان داریم، هلمند داریم. مگر هست که افراد شاید در رأس از یا در قماندانایی باشه در قطاعات، در رأس لوها، در رأس فرقه ها، در رأس کندکات تولیا، کسایی باشه که بسیار زیاد بی توجه باشن، دلسوز به وطن نباشن و عینمی تقرری های شاید صورت گرفته باشه که به اساس مصلحت، به اساس روابط است و اونا فقط هم موقف خوش دارن و نمیخواین که اما وظیفه ایمانی و وجدانی که برش منایس یک قماندان داده شده اینا باید جنگ کنن. خب این مسئولیت وزیر داخله و وزیر دفاع و رئیس مدیریت درست کنن تا به این مشکلات رسیدگی بله. شود. اینا باید مدیریت درست کنن. خب وقتی باید. که سلاحداری اجرا نمیشه. ما بارها تقاضا کردیم کسی که خب مردم هم تقاضا کردن چرا به این تقاضا گوش دادن نمیشه؟ گوش دادن نشده. واقعا گوش دادن نشده. پس مسئولیت از اینها چی است؟ مسئولیت وزیر دفاع و وزیر داخله چی است اگر بخواد مردم رسیدگی نکنه؟ تامین امنیت مردم افغانستان است. وظیفه خود اجرا نکردن به گفته آقای ترکمن. پس چی؟ اینها چی میکنن در این کرسی ها؟ مصروف چی هستن؟ هیچ وقتی که کار کردن نمیتونن باید در موردشون پارلمان تصمیم بگیره. خب چرا تصمیم گرفتن همیشه؟ حالا شما هم صحبت هایتان در حد احتمال است. به عمق موضوع و به عمق مشکل ظاهرا دیده میشه رسیده نرسیدین شما. ما با عمق موضوع تماما رسیدیم، تمام از تمام مشکل مردم با خبر هستیم. وزیر داخله نمیرسونیم تا به این مشکل رسیدیم، تا آخر قدمشان رسوندیم. این مشکلات از لحظه که در یک جای ولایت یک مرمی فایر میشه ما با لیدرستیز، ما با وزیر دفاع، ما با وزیر داخله، ما با رئیس، ما هر کدام ما زنگ میزنیم. این که جدا در مجلس میاین و دعوت میشن تا معین امنیتی و دیگه مسئولین او جداست و این که ما تلفن میکنیم برشان که اینجا عمله صورت گرفته، این قوا روان کردیم، این قوا اضافی رفت در بعضی ولایاتی که قوا ما پلان ما نمی بود، خواهش ما همی بود که قبل از اینکه ببینیم که در یک جا تردید دشمن آغاز میشه باید اموشو چرا جلوگیری شد. وقتی که 10 نفر دشمن در یک منطقه بود جلوش نگرفتن گذاشتن او به 100 نفر تبدیل شد، 100 نفر به 200 تبدیل شد، با پایگاه خارجی تبدیل شد، او وقت اهمیت داده نشد. خب طبعا سلنگاری میکنن مسئولین امنیتی ما، طبعا به تفاوتی در برابر مردم افغانستان. سیدن از مسئولین امنیتی بله، عامل اصلی این بی‌تفاوتی چی است؟ چرا نتیجه خاص خود گزارش حقیقتی ها به علت سقوط شهر کندز پخش نشد؟ ما شما پرسیدین این از مسئولان پرسان کردیم زیر کاسه نیم کاسه است که وقتی که اینا گزارش ندادن که در قندز پارسال چی گپ شده، با چی شکل قندز سقوط کرد و هیچ کسی مکافات و مجازات در نظر گرفته نشد. خود حتما یک گپی هست، یک برنامه هست دیگه. آقای ترکمن شما هم نماینده مردم کندز در مجلس هستین، در واقع مسئولیت دارین در قبال مردمتان به ویژه در قبال کندزیان. شما چقدر مسئولیتتان انجام دادین و چی فشار و ابزارهایی را کار گرفتین به خاطر وادار ساختن مسئولان امنیتی برای اجرای عملیات در کندز؟ ما در مجموع وکیلای کندز در ارتباط نامنی کندز هم نظر هستیم. کلگی بارها به رئیس جمهور وقت گرفتیم، رفتیم رئیس جمهور بر ما در حضور داشت وزرای داخله و دفاع و امنیت بر ما وعده کرد که قندوز تصفیه میکنه. اصلا یک دفعه قبلم خب، گفتم حالا چی میکنین؟ این خواستایتان این خواستای ما اصلا گوش داده نشد. پس چی میکنین دیگر؟ چی کرده میتونین برای مردمتان؟ بالاخره اگر حکومت عاجز آمد از تصفیه قندوز مجبور هستیم با مردم مراجعه کنیم که مردم با پاپ خیزه و خود مردم باید امنیت خود بگیره. خب مردم با چی امکانات و ابزارهای میتونن امنیت خود تامین کنن؟ حکومت مجبور میسازه، حکومت مجبور میسازیم که امکانات به مردم بده. امروز هم به مردم امکانات بده. نیروهای امنیتی چی؟ نیروهای امنیتی در طول یک سال که 10 ماه شد که قندز سقوط کرد، امروز ولسوالی قلعه‌زال مکمل سقوط میکنه، دشترچی مکمل سقوط میکنه. دولت در کجاست؟ اگر دولت میبود وقت باید پلیس محلی را تجهیز میکرد. پلیس محلی امروز داد فریاد میزنه که مهمات نداره. قماندان امنی مهمات در یک جا خلق کرده که بیا طالبا بگیره. آمد طالبا برد، هم هاموش برد، هم رنجر برد، هم دیپوی مهمات برد. بالاخره یک بار دیگه امرای دولت میبینیم حکومت امرای رئیس جمهور نشد. دیدنتان باز هم نتیجه نداد؟ نتیجه نداد. مراجعه میکنیم به مردم که یک تصمیم شاید مردم شاید بگیرن. چی تصمیم گرفتن؟ شاید مردم خودش که سر حکومت دست جمعی به صورت گسترده
تظاهرات کنن ممنون. دیگه کنن. سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. جنرال نظیف زکی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان و نظری ترکمن، نماینده کندز در مجلس. و ممنون از شما بیننده ها. هم در اخیر خبر کوتاه، شهردار استانبول از ایجاد قبرستان ویژه برای دفن اجساد کودتاگران ترکیه خبر می دهد. شهردار استانبول اعلام کرد کاملان کودتای نافرجام جمعه شب گذشته در هیچ یک از گورستانهای کلان شهرها دفن نخواهند شد. برای دفن آنها گورستان ویژه در نظر خواهیم گرفت و آن را گورستان خائنان می نامیم. او با اشاره به اینکه تا اکنون 300 نفر از کارکنان شهرداری استانبول به اتهام ارتباط با فتح الله گلن از کار برکنار شدند، بر عزم و اراده شهرداری جهت پاکسازی کامل از افراد وابسته به گلن خبر می دهد. سازمان امور دیانت ترکیه نیز اعلام کرد که برای اجساد این افراد خدمات دینی ارائه نخواهد شد.